آقای شرفشاهی، من امشب میخوام یک توضیح بدم در رابطه با کار مجید رضا رهنورد عزیزم، چون اینها رژیم میگه که قاتل و آدم کشته و فلان اینا. این یه خونه داره، خونه در خیابون هور، منطقه متوسطی است، یعنی ما اونجا خونه داشتیم و من اصلا نصف زندگیم تو همون محله شد. میدونم که منطقه است که منطقه محرومان جامعه است، نظر مردم عادی اونجا زندگی میکنن، بالای شهر نیست، در مشهد. این از پنجره خونه فریادی میشنوه که خواهرش داد میزنه رضا رضا رضا. این میاد از پنجره نگاه میکنه و از پنجره که نگاه میکنه تو خیابون میبینه که همون موقعی بود که شلوغیا و این پاسدارا و بسیجیا و حزب اللهیا دخترها رو تو کوچه و خیابون لگد و کتک و کشتار و تجاوز اینا میکردن. میبینه یک گروهی ریختن روی 4-5 تا دختر رو دارن میزنن. حالا یا یکی یا دو تا از خواهرش در میان اون جمع بودن. این فوری چون مشغول نوشتن بود، داشته بود یه چیزی مینوشت، میره روی کاغذی دو خط یک وصیت نامه مینویسه، دو خط، و چاقوی بزرگ آشپزخونهشون رو ور میداره، میاد پایین به دفاع از خواهرش، به دفاع از دختر محلش. آیه شرفشاهی، من بدون درواسی میخوام بهتون بگم، من خودم این کارو میکردم. من وقتی کودک خردسالی بودم، 9-11 سالی بودم، دو سه بار تو محلمون همون نوغان مشهد دعوامون شد، میزدین کسایی که مزاحم دختره ما میشدن. خب لاکپاتا زیاد بودن، مزاحم دختره میشدن، من میرفتم با دو سه تا دیگه اینا رو کتک میزدیم، مثلا لشکرکشی میکردیم. یه شیوه جوانمردی و عیاری، یعنی عیاری خراسانی مشهدی است، خصوصا که یک اراذل و اوباش که میزدن میکشتن تجاوز میکردن و و و غیره. وقتی میاد پایین خلاصه قهرمان، چون قهرمان هم بوده، ورزشکار بوده، حتما دیگه همتون میدونید ورزشکار بود، قهرمان بود، بچه همه مثل حسینی، مثل کرمی، اینا همه قهرمان بودن. آقای شرفشاهی که بعد بدن اینا رو حرمزاده خالی کردن، اونا رو هم فاش فروختن، که خود اون افسانه ای داره که دکتر حسام نوذری در این رابطه برنامه خوبی رفته با میبودی و خودش تنهایی. ببینید حتما اون برنامه مهربانیار دکتر حسام نوذری عزیزم. به هر حال میاد و میزنه اینا رو لتوپار میکنه، 4 تاشون رو زخمی میکنه از این نیروهای بسیج و سپاه، و 2 تا رو میکشه، 2 تا رو میکشه در دفاع از دخترای محله، و بعدم میگریزه. سمنان بوده با یک مهربانیار افغان که میخواسته از کشور خارج بشه که بازداشت میشه، و بعد سریع اعدامش میکنه. آقای شرفشاهی اینجا مسئله است، خانواده دوتا مقتول، خانواده دوتا مقتول الان هم همین بچه ها بشهد، برین ازشون بپرسید، میتونن شهادت بدن که اصلا به اینها نگذاشتن کسی مراجعه کنه برای گرفتن رضایت، چون اونها آماده بودن که رضایت بدن که رضا کشته نشه. شهر مشهد میبنده، محلات همه میبندن، مغازه ها، ولی بعد این حرمزاده های حمله میکنن به خانه مادرش و کار میکنن که مادرش خونه رو ترک میکنه، الان مادر از اون خونه رفته، اونجا نیست و غیره و غیره. خلاصه این ولی جوان مرد و قهرمان در تاریخ میمونه. من اینجا میخوام یک بار دیگه از مهربانیار پرنس عزیزم رضا پهلوی سپاسگزاری میکنم، چون رضا پهلوی وقتی که آمد به میدون در رابطه با مجید رضا رهنورد